با نام خدا شروع میکنیم در این صحبه زیبا و سرد زمستان. برای همه تو معادتو دارم که لحظات خوبی داشته باشیم. موضوعی که امروز در خدمتون هستیم بحث مواد افزودنیه که در بتون استفاده میشه. تا کنه ما سنگدونا رو گفتیم، قبل از اون سیمان بود، بعد از سنگدونه ها آب و در انتها هم مواد افزودنی است. این ها پارامترهاییه که یا اجزاییه که میتونه توی بتون استفاده بشه. در ابتدا میایم ببینیم که مواد افزودنی چند مدل داریم. یک لیستی از انواعش تهیه شده که گفتن به موادی کلن تعریف کرده که باعث بهبود بتون میشه و اینجا هم اشاره کرده. بعد دو مدل پودری داریم و مایع داریم، یعنی که به صورت مایع تو بتون استفاده میشه یا به صورت پودر. و همونطور که اشاره کرده اینجا از اجزای اصلی بتون نیستن اما توی بتون کاربرد زیادی دارن، طوری که امروزه توی خیلی کشورها اصلا بدون مواد افزودنی بتون ساخته نمیشه. نکته ای که وجود داشته اینه که موزلی که داره اینه که هیچ وقت ارزون نیست، همچنین باعث خود مواد افزودنی هزینهش زیاده اما باعث صرفه‌جویی توی هزینه های جانبی میشه و در انتها هم که باعث میشه مقاومت و کیفیت و کارایی بتون بالا. اما اگه بخواییم بر اساس ASTM C494 تقسیم بندی کنیم 11 مدل داره که به ترتیب کاهنده، کنگیر، تنگیر، کاهنده و کنگیر با هم، کاهنده آب به علاوه تنگیر، فوق روان کننده ها با فوق روان کننده ها خودشون میتونه با کنگیر ها مخلوط بشه، مواد حبابزا داریم، بعد مواد افزودنی پوزولانی که میتونه معدنی هم باشه، ضد رطوبت باشه، ضد آب باشه، گازساز باشه که به ترتیب هر کدوم از اینها رو اشاره میکنیم که چطوری ساخته میشه، چه تأثیری توی بتون میذاره و کاربرداش. گفته که کنگیر هم توی گذرفتش معلومه اینه که زمان گیرش بتون رو به تأخیر میذاره و باعث میشه که هیدراتاسیون سیما دیرتر انجام بشه. در چه شرایطی استفاده میشه اینجا کاربردشه؟ در شرایطی که آب و هوا خیلی گرم باشه، چون که درخت خیلی گرمه زمان گیرش وقتی شروع میشه حالت هیدراتاسیون تولید میکنه و اگر که دمای گرمای محیط هم باشه این باید باشه که سیمانتون بسوزه به اصطلاح. به این خاطر هرچی اون زمان گیرش به تأخیر بیفته بتونتون احتمالا نسوزه و در شرایطی که دارین آب و هوا خیلی گرمه حتما از این کنگیرها استفاده کنید. گفته معمولا شکر باشه یا مشتقات اینها باشه یا نمک های روی محلول، جوهر بوره، اینها باعث میشه که این کنشنن اتفاق بیفته. همچنین این اتفاق باعث میشه که ترکایی که ناشی از گیرشه، اگر یادتون جلسه قبل بودن که این بتون خودشو میگیره و این چسبه خودشو میگیره و این هم کنده میشه، این باعث میشه انگار ترک ایجاد میشه و باعث این که زمان گیرشه این زودتر انجام نشه و مقاومت بتون باعث میشه که بره بالا. حالا گفته انواعش چهار مدله که سولفورات آلومینیوم سیتریک اسید و نیلوسولفونات گلوکونات کلسیم که هر کدوم اینها مدلی که استفاده میشه و میزان تأثیری که داره فرق میکنه که اینجا اشاره کردیم. اما اگر بخواییم که بدونید حرارت هیدراتاسیون چه تأثیری به
مقدار آبی که توی بدن سیمان داره چه تنظیم داره؟ گفته اگر که مقدار آب غیر قابل تبخیر، این آبی که تو بتون وجود داره، نسبتی از وزن سیمان باشه، یعنی که مثلا فرض کنید اگه 300 کیلو سیمان داری، اون مقدار آبی که میخواد مثلا فرض کنید 5% باشه، میشه چقدر؟ 5% 300 میشه 15 کیلو. اگه 15 کیلو آب غیر قابل تبخیر تو بتون انگار مونده اینقدر باشه، حرارت ایتاتوسفیر تو 1200. اما اگر که 10 کیلو مونده باشه یا 10% مونده باشه، میزان شرط 200. یعنی که این میشه انگار به 8 میشه 200. اینگار به نسبت یک ثانی باشه 45 درجه داره افتایش پیدا کنه، یکم از 45 درجه کمتر مثلا فرض کنیم مثلا میشه 42 درجه یا 40 درجه. اگر مثلا سوالی دادن باید حدوداً بدونیم با چه شیبی میره بالا. باز اینجا اومده اشاره کرده که درصد کنگیرا، یعنی اگه 0% باشه 2/10، 4/10، 6/10 و 8/10، و اینجا هم درجه حرارت بتون باشه، چه میزان میتونه زمان گیرش اولیه رو به تأخیر بده. ما گیرش اولیه رو چون دیدیم فصل سیمان گفتیم چقدره؟ 7-20 یادتون نیست؟ این حدوداً 2.5 ساعت بود اینجا که اینجا اومده گفته که اگه تو دمای 10 درجه باشه تا 10 ساعت هم جواب میده، اما اگه توی مثلا دمای چی؟ 30 درجه باشه حدوداً همون 3-4 ساعته و این باعث میشه که اینو نشون بده که هرچی این زمانه میزان این درصد زیاد باشه زمان گیرشتون افزایش پیدا میکنه، همچنین به این درجه حرارت هم چی؟ وابسته ای. واقعا میکنه علاوه اینکه به این درجه حرارت وابسته ای، به این هم وابسته ای، به میزان سیمان مصرفی هم باز وابسته ای. ما اینجوری که بررسی نکردیم. حالا اومده انواع مواد افزودنی کنگی رو گفته، آقا تو دماهای از 30 درجه به بالا، اونجا تا 30 بود، اینجا از 30 به بالا، گفته از 30 به بالا با چه زمانی میتونه اینا تغییر کنه. اگه در حقیقی مثلا تو 30 درجه 4 ساعته، توی اینجا میشه چی؟ 1 ساعت. یعنی 20 درجه دما گرم میشه، یعنی فرض کنید این میشه 1.5 برابر اضافه شده، این چقدر کم میشه؟ بودن 3 برابر میشه. اینا نشون میده که حالا هر کدوم اینا هم باز نشون میده که تأثیراتش تو دماهای مختلف چطوری. باز اینجا آمده دو نوع کنگیرا رو میزانش رو اسلام نشون داده. اینجا گفته ها حالا اگه اینا 2-3-4 لیتر کیلوی هرچی هست به یک واحد قرار داده، اینها دو این دو مدل چقدر میتونن رو اسلام تأثیر بذارن. این نشون میده که هیدروکسی کربوکسیلیک بهتر میتونه اسلام رو زیاد کنه تا دیگمسولفان. حالا بیدیم تونگیرا کارش چیه؟ تونگیرا سبب میشه برعکس کنگیراز، سبب میشه که زمان گیرش رو انگار کم کنه. یعنی چی؟ یعنی که اگه بجایی که مثلا دیگه قبلش تو 2 ساعت و نیم میگرفت خودشو، الان بیاد توی 1 ساعت بگیره. بعد کجا کاربرد داره؟ باعث میشه که چی؟ بتونه پیش ساخته، تو جایی که بتونه پیش ساخته یه آلوار بتونیم چی؟ زود باز کنیم. بعد باعث میشه که نرخ حرارت ایتاتوسفیر بره بالا. بعد گفتیم معمولا توی 1% کلسیم کلورید و کلسیم فرمات اضافه میشه. بعد همچنین گفته که هم جمع شدگی هم انگار انبساطش رو میتونه افزایش بده و باعث میشه که چی؟ مقاومت بتون کاهش پیدا کنه و همچنین چی؟ تو بتون های اوبابدار که ما بتون های اوبابدار در وقتی استفاده میکنیم که
شرایط ذوب و یخبندان داریم، این جداول خیابونا، اینا باعث میشه که دراز مدتش خوب باشه، یعنی که طول عمر جداول خیابونی بره بالا و باعث میشه که افزایش طول عمر بشه هم توی ذوب و یخبندان هم توی خوردگی و سایرش. حالا اومده گفته که در صدای مختلف و تعداد چرخهای ذوب و یخبندان چقدر میتونه تأثیر داشته باشه، اگه 1% بزنید، 2% یا 3%. ناگهان هرچی میزانش کمتره باعث میشه که ذوب و یخبندانش چی؟ بره بالا. هرچی میزان اون درصد زیاد میشه میزان ذوب و یخبندانش چی؟ کمتره. و گفته اگر هیچی نزنید نمودار هیچی شب اینجوریه. حالا فرض کنم مثلا اگه سوال بدم یا تو 28 روز بگید که 1% بزنیم یا هیچی نزنیم ذوب و یخبندانمون بهتره، یا اگر مثلا فرض کنیم 1% بزنیم یا اینکه 3% بزنیم کدومش بهتره. شما باید بتونید این نمودارها رو تحلیل کنید. خب حالا اومده باید کلسیم فرمات رو اشاره کرده که درصدهای مختلفش میتونه چقدر روی مقدار مواد فشاری تأثیر داشته باشه. اینو اگه دقت کنید تو زمانهای کم نشون داده. چرا زمانهای کم نشون داده؟ چون ما میایم فقط تو زمان گیرش الان تونگیر و کنگیرمون تأثیر گذاره و زمان گیرش اولیه‌مون خیلی برامون مهمه. به این خاطر دیگه نه تا 28 روز این همش چی 48 ساعته 48 ساعته چه دو شبانه دیگه. مثلا اگه سوال بدم مثلا میتونم بپرسم که مثلا تونگیر و کنگیر اون طول مقیاس زمانشون چطوری باید باشه؟ آیا مثلا هر دو به ساعت باید باشه؟ بعد یا ساعت و روزه؟ و یا اینکه آقا اینها چه تأثیر رو مقاومت فشاری داره؟ حالا باید معنی گفته که ما سه مدل تونگیر اگه داریم روزهای مختلف چقدر تأثیر داره؟ اگه صفر باشه هیچ کدومش هیچ تأثیری نداره. اما الان فرض کنید که اومده به پایین وزنا زیاد شده. اگه این وزنا زیاد میشه زمان محدود مقاومت فشاریش اینجا میشه 170 175 166 که اینم باید با هم چی نمیخونه. این یکی پایینه این دفته بالا باید اومده پایین. اگه بخوایم اینجا بگیم مثلا نقطه بینش این میشه یا نوعی نقطه بین این یکی این میشه. باز این یکی هم که چی؟ بین این ستا بهترینش این بوده. این کار عدد بیشتر باید انتخاب کنیم. خب بعد از اون دوتا میدیم به کاهنده آب. کاهنده آب گفته کارش چیه؟ گفته پراکندگی رو بهتر میکنه، به طور اون رو روانتر میکنه. بعد وقتی که روان تر میشه سطوح بیشتری میتونن تداخل داشته باشن. سطوحتون بیشتر باشه هیداتاسیون بهتر میشه و این نشون میده که هیداتاسیون بهتر بشه، سطوح بیشتر درگیر باشه، نشون میده که مقاومتی که میخواییم بسازیم چی؟ بهتره، دمامش بهتره. حالا گفتیم کجاها کاربرد داره. اخی مقاومت بالا بخواییم بعد ما مقاومت بالا بخواییم بعد اصلا آب سیمانتون کاهش پیدا کنه توی یک کار حسابه. بعد کاهش مقدار سیمان مصرفی میشه، بعد کاهش حرارت این دوتا سیمان میشه، افزایش کارایی میشه و به راحتی هم میتونید چی تو بتون تو قالب ریزی و اینا انجام بدید. بعد از اون میرسید قبلی فوق روان کننده ها قبلی روان کننده این که فوق روان کننده این میشه. این کار خیلی بهتر از اون. اونها پایه نفتالین دارن، این پایه های کربوکسیلات دارن و سیستمش اینجوریه که انگار پلیمری ماننده و با سیستم خیلی خاصی ساخته میشه. کارش اینه که اینجا میتونه آب خیلی زیاد کم کنه، بعد میتونه کشش سطحی رو میزان زیادی پایین بیاره. بعد به این خاطر پس هوا خیلی وارد بتون نمیشه. محلهایی که میگلاتون زیاده یا خیلی فضا جهت ویبرو اینا نیست،
اونجا ها میتونید از این بتون ها از این فوق نواد کننده ها استفاده کنید. جایی که میخواید مقاومتتون خیلی بالا باشه و کالاییتون معمولی باشه، وقتی میخواید مقاومت خیلی بالا باشه بعد آب سیمانتون خیلی پایین باشه. وقتی آب سیمانتون خیلی پایینه کالایی میاد پایین، با این فوق نواد کننده کالایی میشه چی؟ نرمال. حالا اومده انواعش رو اشاره کرده، یکی پایه نفتالین داره، یکی پایه پلیمری داره، یکی هم چی؟ سیستم سولفونات ملامینه. معمولا بهترینش اینه، اختلاف قیمت هم خیلی اینا با هم داره، طوری که مثلا این شاید 10 برابر اینا الان توی جامعه ما اختلاف قیمت داره. این دوتا حدودن تا 3-4 کیلو در متر مکعب میشه استفاده کرد، اما اینا تا 10-15 کیلو هم مجازی استفاده کرد. همچنین اشاره که اینجا کرده و کمتر توی تحقیقات حالا استفاده شده اینه که باید سازگاری هم داشته باشه فوق روان کننده ها با نوع سیمان ها. بچه شد فوق روان کننده باید با سیمان همون، یعنی طوری باشه که در کنار همدیگه باعث بهبود نتیجه بدن، نه اینکه نتیجه چی منفی بدن. اینا باید بررسی کنید. همینجوری تا حالا بعید میدونم تو دنیا کسی اومده باشه روی سیمان های مختلف این فوق روان کننده ها رو بررسی کرده باشه. استفاده از فوق روان کننده ها گفته باعث میشه که حمل و نقل بتون ریزی راحت تر باشه، یعنی که راحت تر اجرا بشه. بعد با این باعث میشه که مقاومتش بالا باشه، عملکرد خیلی خوب داشته باشه، کارایی داشته باشه. بعد روی انقباض و خزش و مدور الاستیسیته در برابر ذوب یخبندان میتونه نتیجه بهتری داشته باشه. اگه که بخواد بگیم مستقیم تاثیر داره، نه مستقیم تاثیر نداره، اما اگه بگیم فوق روان کننده آبو کم میکنه، آب به سیمان کم میشه، همه اون پارامترها بهبود میبخشه. اما نکته هم که این هم باز هنوز بررسی نشده اینه که سازگاری فوق روان کننده ها با حباب هواست. این هم مسئله خیلی مهمیه که باید اینها با هم چی سازگاری داشته باشه. اگه بعد وقت سازگاری داشته باشیم میبینی که میزان حبابی که تولید میشه خیلی زیاده، کاهش مقاومت خیلی وحشتناک میشه. حالا اینجا اومده اشاره کرده که میزان آب و میزان فوق روان کننده چقدر فرق میشه. بعد که قرار اومده ما روی چی؟ انگار میز فیران آزمایشیه که از آزمایشات سیمان بود. نشون میده که انگار این میزان این اسلام به ملات بتونه. اومده گفته تو 200 کیلو آب بدون فوق روان کننده و با فوق روان کننده. میز سیران انگار یه قطریه، باید قطر هم نوزی که بگیریم. اگه گفته اینجا 40 سانته، اگه فوق روان کننده بزنیم میشه چقدر؟ حدوداً 55 سانت تو آب 200 کیلو. حالا اگه این آب ها بیاد کم بشه، این میزان چی؟ کم بشه. اینجا اومده اشاره کرده که این فوق روان کننده ها توی دراز مدت چه تأثیری داره و روی درصده چی؟ مختلف. و گفته چقدر روی مقاومت فشاری میتونه تأثیر بذاره. فرض کنید اگر که این فوق روان کننده ها درصدی از وزن سیمان باشه، یعنی مثلا اگر فرض کنید 5 باشه، سیمان منم 300 کیلو باشه میشه چقدر؟ میشه بودن 15 کیلو. گفته اگه تو 15 کیلو بزنید فوق روان کننده، اینجایی مقاومت فشاری رو در حالت قبلی شد مثلا 10 مگاپاسکاله، بیشتر مثلا 11 مگاپاسکاله، با 5% میشه بودن 7-8 مگاپاسکال. تو 3 روز اینجا اگه 20ه، چرا الان اینا هی میره بالا؟ اصلا همین سوال من گیرششه. گیرشه نگاه نشون میده که اگر که تو 0.8 توی 3 روز میشه بودن 22، توی 7 روز میشه 28 و توی 28 روز میشه چی؟ 35. اینا نشون میده که توی دراز مدتش هم برای زمانهای وزنهای مختلف اینا چطوری با هم فرق میکنه.
و نشون داده که توی 8% در آخر مقاومت میره چی؟ بالاتر از صفر. نظر که تو بقیه اومده چی؟ پایین. این شب واقعیت اینه که شب حجم که زیاد میشه و اون درصد زیاد میشه خیلی یک نواختر میشه بتونیتون و تو کوتاه مدت خیلی شما نمیتونید بگیرید و این نشون میده که همچنین تو کوتاه مدت اگر شما فوق العاده کننده بزنید اون زمان گیرشه بیشتر از 3 روز اتفاق میفته که شما اگه قالب برداری کنید و اینا باعث شما مقاومتتون چقدر بشه؟ صفر بشه. میخواد وقتی به طور میریزه با فوق العاده کنید و زمان بزنید. اگر زود دستش بزنید مقاومتی به دست نمیده. حالا ما به طوری که شما ساخت بودید توی 7-8 روز 10 روز ما جابجا کردیم. اینجا هم نشون میده که خیلی مقاومت نسبت به حالت اولش نمیده. اگه تو 28 روز جابجا میکردیم چی؟ خیلی بهتر بود. و اینجا هم باز نشون میده که تو 28 روز معمولا توی 5% بهینه‌ایه. حالا گفتید فوق العاده کننده رو گفتید. چه حالا عواملی میتونه کارایی رو جابجا کنه؟ ما چون که فوق العاده کننده بحثی بود که میتونه رو کارایی تاثیر داشته باشه. یکی از پارامترهای خود کاراییه. حالا گفتیم که اگه این فوق العاده کننده نوعش فرق کنه کارایی میتونه جابجا بشه. مقدارش فرق کنه میتونه چی؟ جابجا بشه. ترکیب اختلاط مثلا هم تاثیر گذاره. یعنی که آب ترتیب اینا رو چجوری با هم قاطی کنیم؟ شعر و ماسه و سیمان و آب و اینا. بعد نوع سیمان ها و روش این که این فوق العاده کننده رو تو خود سیمان بریزیم با آب قاطی کنیم وارد کنیم، این هم حالاتی که میتونه این 5 تا عادت کارایی رو جابجا کنه. حالا اومده گفته در صدای فوق العاده کننده های مختلف آقای این هم من اونجا فکرم حالا فرض کنید 1/10 باشه چه چقدر؟ با 1% سیمان این بحث روشت آخوی ما الان اینجوری فرض کنید این مثلا 1 کیلوه ما اگه 300 کیلو سیمان بزنیم 1% میشه چقدر؟ 3 کیلو. 3 کیلو گفته اسلامپ رو میتونه از 12 به 22 برسه. درسته. اگر هم نزنید اسلامپتون خیلی پایینه، یعنی فرض کنید که 1% بزنید تا اینکه چی؟ هیچی نزنید اسلامپتون چقدر جا به جا میشه؟ چند برابر میشه؟ با 1% اسلام 2 برابر میشه. متوجه شدید؟ حالا اگه با نصف 0.5% بزنید حدودا بازم اسلام 2 برابر. اما از اینجا تا اینجا میبرد از 18 کم تردن وقت مدن اونجا میشه 1.6 اینجا میشه 2 برابر. حالا تأثیر فوق روان کننده نفتالینی. فوق روان کننده نفتالینی اینکار همون مدل پایینش بود دیگه، اینا برای بتونه HPC استفاده میکنن و اینجا نشون داده که اگر از این فوق روان کننده فوق روان کننده نفتالینی که ارزونم هست برای HPC بزنید توی زمانهای مختلف اسلام رو داره میاد بهتون چی؟ نشون میده. گفته اگر که مثلا برای حالت اسلام 200 بزنی خب این بدونیم چی میگه، ما توی زمان اومده نشون داده اسلام رو و گفته فوق العاده کننده هی داریم کم زیاد میکنیم، یعنی همه فوق العاده کننده ثابته. گفته توی این زمان های مختلف این از زمان شروع بشه که هی زمان بگذره تو بهترین حالت همون اولایی که اسلام خیلی خوب میده هی میگذره اسلام میاد چی؟ پایین. میگه یک چسبی بین خودش ایجاد میشه که اسلام رو
کم میکنه. پس خیلی نباید زمان بگذره، همون اولا باید سعی کنی به طور زود چی؟ اجرا کنی. این اولش خوب شده، 20 دقیقه که میگذره یکم صفر میشه. تو 60 دقیقه اسلام هون یک دفعه از 200 میاد به 50، یعنی از 20 ساعت میاد به 5 ساعت، خیلی صفر میشه. تو فکر میدید یک کامل بهتون داره میچسبه، بزن که اسلام هون داره جام جام میاد، زمان گیرش هم روز تحصیلی نداره. باز این هم حالید ما توی فصل یک، توی فصل دو انواع پارامترهای سیما رو اشاره کردیم، بحث ترکیبات مرکبش و اینا. گفت ایک سی ترکیباتی داره به نام A-C3A و C3S و C2S، اینو باعث افزایش مقاومت بتون میشن. گفت حالا اگه ما از این فوق روان کنند دو اینقدر بزنیم و اینم باشه اسلام بمون، کدوم یکی از این پارامترها چند درصد جابجا میشه؟ ببینیم این اولشه. گفته اگر مثلا فرض کنید عدد بذارید که راحت میشه، فرض کنید الان توی 20 میشه، اینجا توی 20 باعث میشه که 3-4% خب از این تأثیر داشته باشه و توی اینجا چقدر؟ 15-16%. و این نشون میده که این فوق روان کننده ها چقدر میتونه توی کاراییه و درصدش میتونه چی؟ تأثیر داشته باشه. یا فرض میتونه از این ورده شروع کنید، از ورده یه خطی بکشید، فرض درمان 2%. ما یه بار از این ورده میتونید خط رو بکشید، یه بار از اون ورده و بگید که آقا هر کدوم اینها چه تأثیری میتونه روی اسلام داشته باشه. بعد از این اومده باز درصده مختلف رو با شرایط ترتیب چیزش تغییر داده. گفته بعد از این که چیز کردیم با هم مخلوط کردیم و همراه واتر اضافه میکنیم، اینو گفته آقا نمون اول اضافه میکنیم. این هم که گفته اصلا چی؟ بدون هیچ میزانی میسازیم. در بهترین حالت کدوم رو نشون داره میده؟ اصلا اینو نداشته دیگه فکر کنم، یا اینش نمیخونه با هم. این آبیه، این قرمزه، این بهترین بس باید باشه. خب مثلا جو در میاد، حالا نگاه کنید، ما فوق روان کننده میزنیم تو محلول آبمون که باعث بشه کاراییمون بره بالا. بعد گفته اگه هیچی نزنیم بهتره. این شکله باید بررسی کنید، یا ایناش نمیخونه یا نیم. اما قاعدتا باید این حالت بهتر باشه. این حالت هم من فکر میکنم که این یکیش باید باشه، این یکی، یعنی این اینه. حالا باید چک کنیم تو جای مختلف. اگر فرض کنید که هیچی نزنیم، هیچی نزنیم اسلامپمون خوبه و داره هی کم میشه، اما اگر بزنیم 3-2% بزنیم چه اتفاقی میفته؟ یعنی که همراه با آب بزنیم این میشه، بدون آب بزنیم این میشه. پس این صفره بدونه، یعنی پس اولیه بدونه این چیز. باز بنده کارایی رو با درصدهای مختلف انگار فوق روان کننده گذاشته و زمانی که رد میشه و میزان اسلامی که بهتون نشون میده، اولش اسلام خوبه، توی انگار صفر بهترین اسلام رو میده، بعد هرچی به پایین چی؟ کم میشه. اینگاه سوپر فوقران کندان نشون میده که هرچی از این زمانه این میگذاره فکر میده به هم میچسبه، یه دفعه نیم چی تکونش بدید دیگه. بعد دیگه واقعا این
شاید اون زمان گیرش رو جابجا کرده یکم، اما توی اون ظاهر نشون میده که سخت کار کردن بهش سخت میشه و کاراییمون رو کم میکنه. اینا باز دو مدل دیگه فوق العمل کننده، یکی نفتالینه، یکی چی؟ کربوکسیلات. نشون میده که توی مثلا 28 روز کربوکسیلات حدودا 10 مگاپاسکال بهتر عمل کرده. بعد از اون میرسیم به مواد حبابزا. حبابزا ها باعث میشن که ما چرخه ذوب و یخبندان رو افزایش بدیم، یعنی که تو جداول خیابون یا بتونای خیابونی استفاده کنیم باعث میشه دوام رو افزایش بدیم. بعد کلن کارشون اینه که مقاومت بتون رو میارن پایین، اما مقاومتی در برابر ذوب و یخبندان رو بهبود میبخشن. پس نمیشه گفت اونجا مقاومت، میشه اونجا بگیم دوام، اما از لحاظ مقاومتی باعث کاهش مقاومت بتون میشن. اما دوامش رو میبره بالا، باعث کاهش هزینه هامون میشه. همچنین حبابای حواسا اسلامپ رو هم اضافه میکنه. گفته حالا اینجا باید اونجا بریزه شاید گفته اصالت مرد حبابزا باعث شد کاهش وزن بتون میشه، افزایش مقاومت این که نمیتونه بگه، باید میگه افزایش دوام در برابر یخبندان و تغییر حجم ناشی از زمان، کاهش خصوص پذیری، بعد بهبود خصوصیات برخورد با امواج صوتی، بعد گفته باعث چی میشه؟ بهبود قابلیت آمیختگی، یعنی بهتر با هم پراکنده میشه و باعث چی میشه؟ افزایش کارایی. اینا اتفاقاتی که بعد از استفاده از حباب ها استفاده میشه که باز همونان اومده به ریز اینجا اشاره کرده، اونجا خراسان گفت، اینجا یکی اگه بودن بهبود خصوص مقاومتش رو بخواییم این اتفاق نمیفته. اینجا ببینم اگه این مالینه ها این افزایش مقاومت وجود نداره، این بار خمشی و فشاری رو کم میکنه. اینو دقت کنید، این درست نیست، اینجا نمیشه. بعد گفتم در برابر مقاومت با امواج یا برخورد امواج بایش بهتر میشه و این باید میشه کاهش نویز اتفاق گفته توی پول ها، توی بلوار ها. این هم این درسته و اینش هم خوبه. همچنین چیه؟ گفتم آبی آمیختگیش هم بهتره که تو همون پشت سر هم اشاره کرد بود من گفت. اینجا آمده درصد پیشنهادی رو داده برای بتون‌های با کیفیت خوب تا کیفیت خراب تا کیفیت خوب از لحاظ مقاومتی. نفرد اگه اینجا مثلا 40 مگاپاسکاله، اینجا 10 مگاپاسکاله. حالا تو بهترین درصدی که پیشنهاد میده چقدره؟ 5 درصده یا 4 درصده. 4 درصد برای بتون خیلی خوبه. فرض کنید باید این بیاد پایین، 6 درصد برای بتون یکم خوبه. بعد بیاد 8 درصد برای بتون نسبتا خوب. بعد توی 9 درصد برای خوب و برای 10 درصد دیگه بتون ضعیفه. اگر از لحاظ مقاومتی بخواید بگیرید، اگر مثلا واقعا 100 مگاپاسکال بگیرید، باز همینجوری میاد با هم چی؟ خب دیدم که اومده گفته تو آب بسیمارهای مختلف چه مقاومتی ها یک فاکتور دنف نام ضعیف تراکم دیدم تو آزمایشات با سیمان بود. کارش اینه که میان میزان آبی که لازمه توی بتون باشه یا آب سیمان بهینه رو پیشنهاد میده برای اینکه خوب متراکم بشه، برای بتونهای قلتکی بیشتر استفاده بشه. و بر اساس این داره چی میگه؟ داره میگه که هرچی این حبابه اضافه بشه این کامپکت فکتوره به یک نزدیکتر میشه، یعنی بهتر متراکم میشه، یعنی آمیختگیش چی خیلی بهتره. و توی انگار 7 درصد بهترین حالتیه که میتونه به اون کامپکت فکتوری از میخواییم برای بتونه قطعه کسی بگیم به دست بگیم. اما این نکته که اینجا میشه بگیم رو آب بسیمان های مختلف هم چی؟ فرق میکنه. این آب بسیمان هم فارمتری که میتونه تحصیل بگیم.
بعد اومده و اشاره کرده این یک نموداری گذشته خیلی رویاییه. معمولا به ازای هر 1% از حبابی که شما میزنید مقاومت فشاری رو بین انگار 10% تا 4-5 مگاپاسکال کم میکنه. یعنی فرض کنید اگه اینجا یعنی حالت صفرش بوده چند؟ 31. اگه 10% بخواییم کم کنیم چه چقدر؟ 28 هست. هر کنید اینجا شده چند؟ 29 نشون میده. با 2% 27 نشون میده. بیشتره. مثلا فقط کنید 31 گذب داره. گفتم هر کنون 3% دیگه. چه 6%؟ چه 6% حساب کنید چقدر میشه؟ 6% 3 میشه. نه دیگه. 6% اشتباه کردم. اولی رو گفتم چند درصد؟ 2% گفتم تا 4.5 مگاپاسکال باید کم کنم. هر 1 مگاپاسکال، هر 1 درصد. حالا فرض کنید 4.5 مگاپاسکال خیلی زیاد باشه. فرض کنید 3 مگاپاسکال. اگه 2% بذاریم باید بشه اگر 31 بوده 6 مگاپاسکال کم کنه. 6 تا رو کم کنه بشه چقدر؟ 25. نمودار نشون میده 27.5. این خیلی دست بالاست. بیشتر از این کم میکنه. و این هم مسئله خیلی مهمه که از من باید باید بشه. حتی این سایز سنگدون هم تأثیر داشته ها. فکر کنم شکل بعدی روی سایز دیگه ایه. اما خب اینجا باز مقاومت فشاری رو نشون نداده. و فقط دفته روی اسلامپا بررسی کرده. خود اسلامپ هم میتونه توی سنگدون ها میتونه روی اسلامپ هم تأثیر داشته باشه. بعد از اون میگه به مقاومت افزودنی. یکی از اون مواد افزودنی ها الیاف های الیاف ها داریم، الیاف کربن داریم، الیاف شیشه داریم، الیاف فلزی داریم، الیاف پلیمری داریم. اینها باعث میشه که انگار دوام بتون رو ببره بالا و هر گروه به کاربردهای خاص خودش داره. حالا اومده الیاف های کربن گفته تو کشش خیلی خوبه، مقاومت فشاری کششی رو ببرن بالا، بعد استحکامشون بالای توی ضربه و خودچنل خوبه. باز چون مقاومت بالایی داره این الیاف ها کشششون خیلی خوبه، تو خوردگی خیلی خوب عمل میکنن، باعث افزایش عمر بتون هم میتونه بشه، همچنین سبک میتونه باشه. خوردگی با کربناسیون فرق میکنه؟ آره این کار مشابه همه، هر دو زیر شاخه خوردگی سبک میشه، بعد میتونه باعث سبکی بعد میشون بشه، انعطاف پذیری رو ببره بالا، باعث جلوگیری از نماز ها میشه، بعد تو باعث جلوگیری از خزش ها میشه، بعد گفته همه خصوصات مکانیکیش رو بهبود میبخشه، برای پولا و ساختمان بلند هم خیلی مفید. نحوه حالا از مواد افزودنی که بگذاریم میرسیم به پوزارانش. پوزارانش 4-5 مدل، هر کدوم یک سری خصوصیات بتون رو میتونه جابجا کنه. از خاکستر بادی داریم و سرباله کوله بلند و سیلیکافیوم و نانوسیلیس و خاکستر پوست برنج و متاکاولین. حالا گفته خاکستر بادی خودش دو مدله، معمولا 10% اکسید کلسیومه، شکلش به صورت قبار و خاکستری لنگه، باعث میشه که وقتی استفاده میکنید از میزه حجم سیمان مصرفی تو کم کنه. هر عیاره کم استفاده میشه و باعث چی؟ چسبندگی و انسجام بتون میشه، باعث کاهش حرارت این دوتا سیمان میشه. تو مرزای کنسیل کاربرد داره، این همونی حرارت این دوتا سیمانه. بعد باعث این نفوذ پذیریش خوب میشه، کاهش تخلخال میشه، دوامش بهتره، کربناتراسیونش بحث سولفات ها و کلورات ها و خوردگی ها و بازخوش غذایی همش بهتر میشه، چون میزن سیمان مصرفی رو چکار میکنه؟ کم میکنه. گفته بودن خاکستر بادی بین 10-25% استفاده میشه و اومده حالا یک شکل نشون داده توی 28 روز، گفته چقدر میتونه دما رو جا به جا کنه و نشون داره که اولا
اگر بدون فلیش سی میشه با فلیش بشه چقدر بودن؟ 22. این خیلی میتونه مفید باشه مثلا برای بتونیزه یه حجیم فرباره حالا کورهای بارنگ داریم اون هم برای جی جی بی اس میشنسن و کورهای مختلف میتونه استفاده کنن چون سیماره فرباره بسازن بعد توی مواد نسوز استفاده کنن توی راهن ها بالاست داشتیم و ساب بلاست داشتیم و اونجا میتونه استفاده کنن زیرسازی جاده، مساله سنگی، آسفال توی بتون هم میتونه استفاده بشه چه مزایایی داره؟ محیط زیست رو کمک میکنه کاهش هیدراتاسیون میشه دوام رو اضافه میکنه و حدود تا 40% میتونه جایگزین کنه که این خیلی بعید میدونم تا 40% باشه چون باعث کاهش مقاومت خیلی زیاد میشه اما 25% تا 30% اینا نرمال میکروسیریز قبلی ها پر کننده بودن میکروسیریز باعث افزایش مقاومت میشه این رضای همون درصدی که میذاری اضافه میکنید حدودا به همون درصد هم میتونه مقاومت رو افزایش بده حالا یا به همون یا به این نسبت مثلا دو برابرش دوامش رو بهتر میکنه خاصیت های میکروسکوپیش رو بهتر میکنه ذوق یخبندان، مقاومت سولفات ها، حرارت هیدراتاسیون این حرارت هیدراتاسیونش بعید میدونم احتمال داره افزایش حرارت هیدراتاسیون باشه افزایش دماغ داره، افزایش چی؟ مقاومت این رو باید بررسی کنیم که درسته یا نه مقاومت رو بهتر کنه یاره کلا جلو جداشگیش کمتره آب انداختگیش کمتره، سطحش خیلی بهتر تر به دست میاد بعد از اون میاد میزان میکروسیریز چقدر و چقدر میتونه افزایش بده فقط اگه 15% میکروسیریز بزنیم با حالتی که نزدیم حالتی که نزدیم 60 تو آب استیمان 6 دوام وقتی که میزنید حدودا میشه 76 یعنی به همون نسبت اضافه کرده مقاومت و این هم دفعاً بدونید که درصد بهینه میکروسید بین خالیش 15% یعنی که اگه با موادی که مخلوط نشه با پوزرانه دیگه اومده باز با عامل هوافزار مقایسه کرده گفته بود نمیدونم اگه بتونه بدون هوا باشه با هوا باشه اینها توی درصدهای مختلف میکروسیریز ما به اینجا نشون داده میکروسیریز رو چطوری میتونه افزایش بده کنه مقاومت فشاری اثر رو اومده جو تخرخار بررسی کرده به گفته درصدهای مختلف که میتونید باعث میشه که تخرخار چقدر کمتر بشه مثلا توی این هم توی این زمینه یکی از دانشجوی من موضوع پایان نامش همین در که اومده منحنی های دانمندی و شعای حفره ها رو توی نانوسیلیس و میکروسیلیس بررسی کرده کارهای مهندس خربتی ایده از اینجا گرفته شده اومده رو درصدهای مختلف میکروسیلیس اینشون حتی این انجام داره دیگه اگه اشاره کنیم من گفتن که میکروسیلیس رو میشه که با برگی پارامترها ترکیب نشه اومده میکروسیلیس رو همزمان با نانوسیلیس با هم مقایسه کرده بعد دو آب استیمان های مختلف با میکروسیریز و بدون میکروسیریز اومده رفوس بدهی رو اشار میشون میده بدون میکروسیریز درم توان منعی دازده با میکروسیریز تو فرق کنم آب استیمان میشه درم توان منعی دازده یعنی 10 برابر بهتر شد قوای کربوناتاسیون اومده بررسی کرده رو آب استیمان های مختلف و درصد های چی؟ گفته حالا کاربرد میکروسیریز کجاست؟ یعنی گفته تو مقاومت های بالا، کفای صنعتی، سازهای دریایی و باعث کانال های مویدگی تحلیل بتون میشه تو سازهای آبی، سدها اینا خیلی کاربرد داره این هم اومده این عدد شکلی شما دیگه نشون داده که چطوری میکروسیریز ها میتونن کانال های بویدگی رو ببندن و خوردگی کربوناتاسیون سولفات و همه کم بشه و این در جایی که میتونن ازش استفاده کنن
خاکستر پوست برنج هم مشابه میکروسیس میتونه مقاومت بتون رو زیاد کنه. بعد باید کاهش آلودگی میشه، محتوای سیلیسیوم میتونه ببره بالا و کاربردهای عمومی داره و ارزون تر از خود میکروسیلیسیوم هست. باید حتی همین نحوه تولید این پوست برنج هم باید مدلهای مختلفی داره، مثل بیدن که خوب سوخته بشه با ریزی های مختلفی بیاد بیرون. بعد معایبی که داره اینه که زمان که میگذره انگار کاری رو بیاره پایین و شما خیلی راحت نمیتونید بهش کار کنید. بعد افزودنی های کاهنده آب باید بزنید. باید چک کنید یا این کاهنده آب یا فوق روان کننده باید بزنید که بتونید راحت استفاده کنید. حالا خود کاهنده آب هم اینکه آب رو کم کنید میشه هم. بعد نتیجه که نشون داده گفت باعث شده که زمان گیرش اولی و نهایی رو کاهش میده، فوق روان فسیلیس رو حتی افزایش میده. این هم اگه وسیل و میزان ریز شده گیش داره، اگه ریز خیلی خوب ریز شده باشه زمان گیرش رو یعنی که زودتر به طور خودشون میگیره. اما از این جهت هم میتونه بگیم کمتر میگیره که از خود سیمان کم میشه، تا 15 درصد میتونه جایگزین سیمان بشه. این قطعی نیست، باید بررسیش کنیم. فرد گفته کارایی رو کمتر میکنه، خب چون چسبن میکنه رو بالا با افزود جنگه آب و فوق روان کننده میتونه این رو بهبود بخشید. این درصدش هم که اشاره کردم توی کلورا این رو خوب عمل میکنه و اون رو خوب میتونه بتونه متراکم بکنه. کاربرداش رو روابط سینوپتی پشت بومار، جایی که نشت نفت داره، عایق خوبیه. وقتی میخوای کارهاییتون رو بالا ببریدم مفید. متاکاولین حالا گفته این محصول فرعی از هم خود میکروسیلیس ها میخواد این دلیل میتونه این میکروسیلیس ها باید افزایش مقاومت هم بشه. اون دوتای اولی جی جی بی اس و فلی اش نیم مقاومت خیلی افزایش نمیده اصلا، اما متکاولی با پوست خاکستر برنج و میکروسیلیس و نانوسیلیس مقاومت افزایش میده. میخواده بوده این هم چه اینه اونا باشه، این افزایش نهنده ها باشه. خود معرفش های روز اول خوبه و خواص شکل بدنیش بهتر باشه، آب انداختنش، ترک خوردگیش اینا خوب بشه و مقاومت هم در برابر حملات بهتر بشه. برای گفته مواد افزودنی خاصی مواد قادر چیز زنده باکتری، زنده آب اینا ها هنوز وجود داره اما خیلی تحقیقات گسترده‌ای روش انجام نشده. بنابراین که پای سیفرکین حتما باید آزمایش بیشتری انجام بده. ضد آبا گفته کارش چیه؟ گفته ضد آبا از نفوذ آب جلوگیری میکنه که بسته باد به شدت فشار آب داره و بسته به خراش هایی که روی سطح میفته و توی باد و باران و فشار هایی توی سیفرکین متفاوت عمل میکنه. بعد گفته همون کار دعاوه چیه؟ این میره با کلسیم هیدروکسید موجود تو خمیر سیمان هیدراته میشه، اسید سیتریک تولید میکنه. بوده بعد سبزیجات و چربی هم این کار رو انجام میدن. عربه این میتونه چی؟ آبگریز هم بکنه. وقتی آبگریز بکنه باعث میشه چی؟ سوتور رو مسدود میکنه، اما باعث میسید آب بشه. گفته ضد باکتری داری که باعث میشه که خوردگی فولاد بشه. رایشترینش هم اسید هاست که معدنیه و با خمیر چیز واکنش میده. بعد رسوب گفته حالا بعضی از در مقابلش باید برخی از باکتری هم داریم که وسیله رسوب کلسید از ترک خوردگی اینا جلوگیری میکنه. بعد باعث میشه که ما خوردگی رو افزایش پیدا بده و خوب عمل میکنه.
ممنونم. سپاسگزارم.